برای مردم از آره اعلان میکنیم که شما به اون مسابقه نیستیم که به خاطر اهداف به دشمنی ایران و در داخل مردم افغانستان شما جای پیدا کنید. این سوریه نیست، این عراق نیست، این افغانستان است. خانه خانه ایتان به افغانستان جا با تش میکشن مردم افغانستان. کسانی که در پشت کلیپ ها هستن چیره های جنایتکار هستن که در گذشته جنایت و حالا این گپ ها از خودشان نیست، اونا در خدمت حلقات استخباراتی است. ما در داخل افغانستان جای پا نداره، اما ایره کی تمویل میکنه، ایره کی تغذیه میکنه، ایره دولت افغانستان میکنه. امروز 80% مردم وزرایی که در داخل کابل هستن اینا تشویق کننده لشکر فاطمیون هستن. اینها فاطمیون داخل کابل جابجا کردن، اینها فاطمیون در داخل دشت بتی جابجا کردن، در داخل جبرئیل هرات جابجا کردن، اینا در قندهار جابجا کردن، اینا در داخل بامیان جابجا کردن. لشکر فاطمیون امومی در جنا کیست؟ دولت افغانستان است. ما اعلان میکنیم که لشکر فاطمیون در داخل افغانستان جای پای نداره و یک خطری هست برای افغانها. برای افغانها خطری است. دست اندازی بزرگ ایران در داخل افغانستان لشکر فاطمیون میکنه و لشکر فاطمیون ما تشخیص کردیم، اهداف اینا دیدیم، مراکز اینا معلوم کردیم. اگر دولت افغانستان جلوگیری از اینا را نکنه، ما به اشتران اطمینان میرهتان اطمینان میدم که جلو لشکر فاطمیون که خطر بزرگ جنگ داخلی را داخل افغانستان توسط از اینا شروع میکنن، اینا را از بین میبرم. برای مردم عزاری اعلان میکنم، برای مردم عزاری اعلان میکنم که شما به اون مسابقه نیستین که به خاطر اهداف به دشمنی ایران و در داخل مردم افغانستان شما جای پیدا کنید. این سوریه نیست، این عراق نیست، این افغانستان است. خانه خانه ایتانه با افغانستان جا با تش میکشن مردم افغانستان. حالا به خاطر حس دوستی و وطنداری به امرایتان احترام قائل هستند، به خاطر از اینکه وطن هستین. اما اگه این پروسی سیاسی و پروسی مرموز دشمنی تان به امرای افغان ها ثابت شوه، مثل که در تاریخ افغانستان شما زده شدین، بازم زده میشین. مراکز بزرگی که فعلا اینا دایر کردن، تنظیمای منظمی دارن، برایشان تنخواه میدن، در مزار هستن، در داخل بامیان هستن، دشت برچی کابل هستن، در جبرئیل هرات هستن، در داخل فرا مرجای فرا هستن. این همه مراکزی هست که اید سنیای در داخل فرا مرایشان کار میکنه، اید سیشه هستن که از مرز بیرجان تیر میشن و میان به منطقه های خاف و منطقه های اینا جابجا مراکز دارن، رفت و آمد میکنن و میان. همین شب چند شب پیشتر که ما زدیم اینا 100 نفر کشتیم. اینا جمله هم تشکیلات فاطمیون بوده که 9 نفر سپاه ایران مرایشان بوده. ایران غیر از فتنه‌گری در داخل تمام دنیا دیگه کاری نکرده. جنگ های بزرگی که امروز شما در داخل عراق، سوریه، لبنان، یمن میبینید، همه به سر فتنه‌گری دولت ایران است. دولت ایران این کتله فاسد که بنا فاطمی اینجور کرده، اینا میخوان توسط از جنگ داخلی در داخل افغانستان شروع بکنن و یک جنگ مذهبی برای خود بدانن، این را برای خود ثواب میدانن. ما برای ایشان میگم این فکری که داخل افغانستان دارن فکر غلطی است. اینا دامن خود از افغانستان جمع میکنن، تمام بنیه ای که از لشکر فاطمیون در داخل هر مذهب و هر قوم و هر نسلی که هست و را از بیخ میکشه. مردم افغانستان مردمی هستند که یک دفعه نه ده ها دفعه برای ایران، برای همینطور نظریات از طرف ایران که آمده بودن جواب بسیار دندانشکنی دادن، بازم میدن. این در داخل افغانستان جای پایی نداره. خیلی زیاد شده. اینا مراکز تعلیمی، نظامی و سیاسی، فکری سیاسی در داخل تهران دارن، در مشهد دارن، در برجان دارن، در زابل ایران دارن. اینا همیشه وای که با ما اینا جنگ میکنیم، صدها نفرشون از مرز ایران طرف ما میاد. این حرکت ها را فاطمیون ایران بسیار زیاد کردن. همین روزا به شمول ایران، روسیه و ایران دست به دست هم داده و دشمنی بزرگیشان در داخل منطقه با ماست و ما اینا رو روزانه صدها نفر روزانه میکشیم، شبانه صدها نفر، این دولت خبر دارن، شبانه میکشیم. طرز و طریقی کشتن ما رو اینا تا حالا به خواب ندیده بودن. فکر میکنن که ما مثل جنگای سابق واس، نه، به هر شب به هر منطقه که اینا داخل میشن 50 نفر 60 نفر میکشیم، به شکل مرموزی میکشیم، تو شکل میکشیم که اینا نمیفهمن که از کجا کشته شدیم. اینو دنیا باید بفهمه، ایران، روسیه باید بفهمه، دیگه مردم افغانستان و هزاران قوم هزاران باید بفهمه که خدا به همین طور جای دیگه بدون سرنوشت نه اندازه که آخرت خود در دنیا و آخرت خراب میکنن.
یک چیز ما برای شما گله ای که من بسیار از مردم هزاره که به همی سیلاب ناپایان خود انداختن مردم هزاره هستند. اینها بسیار بالات بیچارگی از مو مذهب دروغینی که اینا دارن اینا را فریب میدن، اینا را به همی کشورهای مختلف روان میکنن در مقابل بسیار پول اندکی. ما برایشان اعلام میکنیم که افغانستان سرنوشت نداره. اگر افغانستان رهبریت میداشت، سرنوشت میداشت، این مردم افغانستان به این حالت بی سرنوشتی در داخل کشورهای دیگه کشته نمیشدن. ما برایشان اعلام میکنیم که افراد خود بچهای خود از اینا برگردانین. در همین گاه گاهی اکثر کلیپای مسخره در سطح رسانه‌ها و شبکه‌ها پخش میشه، برای مردم احساس نگرانی ایجاد. من برادران و خواهران بسیار واضح میگم، کسانی که در پشت کلیپ ها هستند چهره های جنایتکاری هستند که در گذشته جنایت کرده و حالی هم این گپ ها از خودشان نیست، اونا در خدمت حلقات استخباراتی است. ما میدانیم که گپا گپای کیست، اما به خاطر مصلحت های کلان سکوت میکنیم و را باید بدانند و گرداننده های همچو هنجره ها که بیراه میدید. با این هیچ گاهی نمیتوانید کسی را شما از صحنه برون کنید. برادران و خواهران، کوچکترین تشویشی در این رابطه با خود را ندید. و یک حلقه کوچک انشابهی از تحریک طالبان است که دیر زمان است که طالبان اگه گیرش به خود از اونا محاکمه میکنه به خاطر جنایت هایی که اونجا اونا انجام دادن. ما به هیچ وجه از این بلوف ها، از این لاف ها نمی هراسیم. ما مردم نیستیم که از این حرکت ها و لاف و بلوف ها بترسیم و یا گوشه بکشید. ما را مصلحت کلان کشوری به اینجا کشاندن. ما اگر 20 سال در جهت تقویت دموکراسی، تقویت نظام، تقویت حکومتداری، تقویت فضای اخوت و برادری کار کردیم، به خاطر همین مصلحت بود. همه می دانن هیچ فردی در جامعه افغانستان ما سراغ ندارد که خلیلی موضعش موضع قومی بوده باشد. خلیلی موضعش ضد دموکراسی بوده باشد. خلیلی موضعش ضد نظام باشد. ما همیشه حمایت کردیم. حال حکومت هایی که میه با چی دید و با چی اندیشه بحث از اوناست. ما و حوصله مندی و وسیع و صبر و شکیبایی کلان را داریم که مانند مولای من علی هرگز دست به کار نخواهیم زد که جامعه افغانستان خدشدار شود، وحدت همدلی ملت افغانستان آسیب برسد و فضا بشکند به نفع مخالفین آزادی و دموکراسی و عدالت تمام شد. و از این جهت ما این لاف و بلوف ها را میشنویم و خنده میکنیم. شما کی را می ترسانی؟ با کی حرف می زنی؟ مردم اگر اینم باید بگیم، اگر با اون مانی این که این مردم وابسته به کشوریست اشتباه میکنید. موضع ما و این مردم خیلی روشن است. ما مستقلانه عمل کردیم، مستقل بودیم در عرصه های اجتماعی و سیاسی و با هیچ کشوری چه دور چه نزدیک وابستگی نداشته. یه افتخارات خلیلی و حزب وحدت و مردم هزاره است که به هیچ کشور وابستگی نداشته در طول این مدت. بله، ما دوستی داریم، همطور که دولت ما در سایه حکومت افغانستان زندگی میکنیم. با همه کشورهای منطقه و دور و نزدیک دوستان، ما هم رابطه دوستانه داریم، نه رابطه خصمانه. ما نمیخوایم رابطه خصمانه و دشمنانه با هیچ کشوری داشته باشیم، ولی هر نوع وابستگی را محکوم میکنیم. اگر از این دید به ما چه داعش یا چه دیگر گروه های افراطی دیگر گپ بزنند، باید بدانند که بسیار اشتباه میکنند. ما مستقل هستیم، شیعه هستیم، افتخار میکنیم شیعه افغانی هستیم، افتخار ماست.
ما با همه شیعیان، با همه مسلمانان جهان دوست هستیم و احترام داریم، اما در کشور ما افغانستان است. از این جهت بسیار اشتباه میکنید، برداشت شما غلط است. اما اگر به خاطر شیعه بودن مردم و هزاره بودن مردم شما میخواهید که این حرکت های جنایت کارانه را بکنید، بازم میگم نه، آغوش ما باز است. پیروان امام حسین در طول تاریخ همچون مسائل را مرحله به مرحله، نسل به نسل دیده و از این نمی حراسد، از این نمی حراسد. ما در کنار برای دفاعی از باورهای اعتقادی خود، مذهبی خود، اسلامی خود، در کنار باقی ملت افغانستان تا پای جان استاده هستیم، تا پای جان. مانند کوه بابا استاده هستیم و هیچ باد و شمالی و پوف و لاف نمیتواند ما را سست کند. اما نصیحتم به همه شما و به حکومتم است، شما مکلف هستید همطور که دوستان ما در صحبتهایشان کردن که از امنیت مردم دفاع کنید. امروز در این نواحی کابل چه میگذرد؟ بعد از 5 بجه مردم گشت و گذار نمیتواند، کشته میشه توسط دزدان مسلح. چی وضع است؟ مکلف کیه؟ کی را ملامت میکنید؟ اینجا که هیچ گروه افراطی دیگه نیه، نه طالب هم، نه داعش هم، دزدان مسلح است. چرا از این مردم دفاع نمیکنید؟ راه‌های معاصراتی مردم چه در غزنی، چه در میدان وردن، جرم از این مردم است که گردن گذاشته به قانون و دموکراسی، شما گذاشت به حالش به هر شکلی که مخالفین برخورد کنند، شما تماشاگر هستید. این وظیفه حکومتی شماست؟ این وظیفه دولتی شماست؟ نه، شما مکلف هستید، شما وظیفه دارید در برابر از مردم، ولو که به شما رأی نداده باشه. شما حکومت رئیس و حکومت همه مردم افغانستان هستید، نه حکومت یک تیم و یک منطقه که هر کی رأی داد به فکرش باشید و هر کی رأی نداد هر بلایی که سرش آمد بگذارید به حالش. این وظیفه شما نیست.